حتما شنیدید که قدیمی ها میگفتن خاک به امانت خیانت نمی کنه. این جمله رو یادتون باشه. یک شکارچی برای زدن یک حیوان خاص چندین روز زندگی سخت و در کوه تحمل کرده. شب و روز تو کوه و کمر، تو حوالی رشته کوه باستانی زاگروس، این کل یا همون بز کوهی وحشی رو دنبال کرده بود. حالا اما بعد از چند روز تعقیب و گریز به لحظه سرنوشت ساز رسیده بود. سرنوشت ساز نه برای زدن اون شکار و معدوم کردن اون حیوان، نه. شکارچی قصه ما توی شیرین ترین رویاهاش هم نمیتونست تصور کنه که شلیک کردن این گلوله قراره پاشو به چه اتفاقی باز بکنه. حالا این شکارچی شکار رو هدف گرفته و گلوله رو شلیک کرده، اما کل ما هنوز زنده است و شروع میکنه به فاصله گرفتن و فرار کردن. شکارچی هم به دنبالش. حالا جدال شکار و شکارچی به مرحله تعقیب و گریز رسیده بود. این بز وحشی چموش چندین کیلومتر صخره به صخره، کوه به کوه، مسیرهای پر از سنگلاخ و شیبدار منطقه لرستان رو زیر پا میگذاره، تا اینکه بالاخره این حیوان زخمی که دیگه نایی برای رمیدن نداشت به یک بار جلوی چشم شکارچی ناپدید میشه. شکارچی که تمام این مدت چشم از این حیوان بر نداشته بود داشت دیوونه میشد. به خودش میگفت مگه میشه یه حیوان به این بزرگی که همین الان جلوی چشم خودم داشت از این کوه بالا میرفت به یک بار آب بشه و بره تو زمین؟ همین شد که شکارچی دست از گشتن بر نداشت. گرفتن این کل براش حیثیتی شده بود. هر طور بود خودش رو رسوند به همون جایی که این کل به یک بار ازش ناپدید شده بود. وقتی رسید به اون شیب صخره یه دفعه متوجه چیزی شد. این شکارچی بارها بارها سالیان سال تمام این مناطق رو گشت زده بود و شکار زده بود، اما الان متوجه شد که در کنار ورودی یک غار ایستاده، یه غار مرموز که به هیچ وجه از اطراف و زوایای مختلف دیده نمیشه. اون با هر زحمتی بود خودش رو به ارتفاع رسوند تا دستش به دهنه غار برسه و وارد دل کوه بشه. پا توی غار گذاشت، چند ده متر وارد یک دالون تاریک و طولانی شده بود و با دقت سعی میکرد به دنبال صدای حیوان بگرده، ولی ناگهان چشمش به یه شیء کوچیک افتاد. این شیء از توی خاک زده بود بیرون و توی سایه روشنهای غار درخشش طلاییش چشم شکارچی رو جذب کرده بود. این فرد اون لحظه نمیدونست که بعد از 2800 سال اولین انسانیه که پاشو داخل این غار میذاره. غاری که در دل خودش یک امانت رو برای نزدیک 3000 سال نگه داشته بود. این امانت فقط چند تا سکه طلا نبود، بلکه یکی از گرانبهاترین گنجینه‌های تاریخ باستان در دل اون غار خفته بود. به ساعت صفر گنجینه بزرگ کلماکره، ششمین گنجینه ارزشمند دنیای باستان، خوش اومدید. خوش اومدید به یک ویدیوکست دیگه از ساعت صفر. من امین متین هستم و اینجا چنل ساعت صفره. اگه تا الان ما رو فالو نکردید میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و آماده بشید با هم به یک سفر دیگه در زمان بریم، سفری به 3000 سال پیش. قبل از اینکه برگردیم به سرنوشت شکارچی و گنج بزرگی که پیدا کرده بود، بیایید با هم ببینیم که موقعیت این غار که اسمش کلماکره است کجای ایرانه. غار کلماکره در غرب کشور و در استان لرستان و در نزدیکی شهر پل دختر و شهرستان رومشکان واقع شده. معنی واژه کلماکره هم به زبان محلی میشه خانه، زمین یا جایگاه کل و انجیر. کل هم که میدونید یک نوع بز کوهی وحشیه که در مناطق بسیاری از ایران به ویژه در رشته کوههای زاگرس زندگی میکنه. از نظر جغرافیایی این سرزمین هایی که امروز در استان لرستان واقع شدن بخشی از حکومت ایلامیان بودند و در قلمرو اونها قرار میگرفتن.
این منطقه‌ای که ما داریم دربارش صحبت می‌کنیم در واقع بین دو تا رود بسیار مهم واقع شده بود. رودهای سیمره و کشکان که از پیش از تاریخ نقش زیادی داشتند در شکل‌گیری جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به ویژه از آخرین دوره عصر یخبندان که انسان‌های کمی در زمین زنده مونده بودند تو منطقه لرستان در حاشیه این رود زندگی میکرد. همینجا بگم اگر دوست دارید درباره اقوام و ساکنین بومی ایران پیش از ورود آخرین موج مهاجرت آریایی ها بدونید، میتونید ویدیویی که لینکش رو اینجا براتون قرار میدم تماشا کنید. و جالبه که بدونید این ویدیو پربیننده ترین ویدیو کانال ساعت صفر. خب حالا بهتره برگردیم به غار کلماکره و با هم بررسی کنیم که این گنج بزرگی که از نظر قیمت و ارزش ششمین گنجینه بزرگ طلا و جواهر باستانیه متعلق به چه دوره‌ای بوده و اساساً برای چی تو این غار قرار گرفته بوده. همینطور که گفتم شکارچی قصه ما اولین انسانی بوده که بعد از حدود 3000 سال پاشو توی این غار میذاره. چطور این غار برای این همه سال کشف نشده بوده؟ اصلا ممکن هست؟ بله، به علت موقعیت و فرم خاص این غار و ورودی دور از دسترسش هیچ کس در این نزدیک به 3000 سال پاشو توی این غار نگذاشته بوده. حتما براتون سوال پیش میاد که اگه کسی هزاران سال وارد این غار نشده پس ما از کجا میدونیم این گنجینه مربوط به 2800 تا 3000 سال پیشه؟ اصلا چه کسی این گنجینه رو اونجا قرار داده؟ متعلق به چه دورانی بوده؟ موضوع جالبتر هم میشه براتون وقتی بدونید بجز این گنجینه بزرگ بقایای 4 اسکلت انسانی هم در دالان منتهی به این گنجینه ها پیدا شده و آزمایش های علمی مشخص کردن که این اسکلت ها و اون گنجینه ها مربوط به یک دوران بوده. باستانشناسا معتقدند که این چند نفر نگهبانان این گنج بزرگ و مخفی بودند و گویا دستور داشتند تا آخرین لحظه عمرشون از این گنج محافظت کنند و واقعا هم تک تکشون تا لحظه مرگ مراقب اون گنجینه بودند. اما سوال، محافظت از گنجینه در برابر چه کسی؟ به جوابش میرسیم. حالا وقت اینه که با هم سفری در زمان رو شروع کنیم و بریم به 1000 سال پیش از میلاد و ببینیم در این منطقه در 3000 سال پیش چه دولت یا حکومت‌هایی حکمرانی می‌کردند. بنا به شواهد تاریخی و با مطالعه کتیبه‌های موجود از آشور، بابل و ایلام به شکل کلی میتونیم بگیم که با توجه به موقعیت خاص منطقه لرستان این سرزمین بین 3 پادشاهی قدرتمند ماد، آشور و ایلام قرار گرفته بود و بنا به پژوهش‌هایی که کردیم متوجه شدیم که در طول هزاران سال این منطقه بین این پادشاهی‌ها دست به دست می‌شد و در هر دوره تاریخی بنا به اقتضائات زمان نفوذ و سلطه یکی از این قدرت‌های بزرگ در سرزمین‌های لرستان بیشتر می‌شد. اما به شکل دقیق‌تر در حدود 2800 سال پیش در این منطقه یک فرمان روای نیمه مستقل شکل گرفته بود که روابط نزدیکی از نظر سیاسی با ایلامیا داشته. مرکز این فرمان روای محلی ساماتورا بوده و نام این سلسله از شاهک ها هم سمتی بوده. اما سوال، مردمان سمتی و قوم ساکن در ساماتورا چه کسانی بودند؟ چه نژادی داشتند؟ خب باید بهتون بگم که از نوع واژه‌ها و اسامی‌هاشون ما میدونیم که ایلامی یا آشوری نبودن. جالبه بدونید در سلسله جبال قفقاز و در مابین دریای کاسپیان و بخش شرقی دریای سیاه کوهی هست که در قدیم نامش سمتاور بوده و مشخصه که ساماتورا و سمتاور از یک ریشه هستند و همینطور واژه سیمیرا. این کلمه براتون آشنا نیست؟ سیمیرا. البته ما این کلمه رو امروز هم استفاده می‌کنیم و با تلفظ پارسی امروز بهش میگیم سیمره. سیمره هم نام یک رودخانه است که قبل‌تر بهش اشاره کردیم و هم نام یک شهر و منطقه. بنا به نظر دکتر لیلا خسروی اگه بگیم ساکنین دامپرور امروز لرستان شباهت‌های زیادی به سیمریان باستان دارن بیراه نرفتیم. جا
جالبه بدونید بنا به نوشته های هرودوت، مورخ بزرگ یونانی در عهد باستان، سیمریان یا سیمریان یا کیمریان نخستین ساکنین جنوب قفقاز بودند که تنگه کیمریا هم به اسم اونها نامگذاری شده. آنیکوبت کیمریا یا سیمریان رو از نسل سوارکاران بومگرد و کوچنشین آریایی میدونه که به تدریج در مناطقی از آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی و همینطور در امتداد کوههای زاگرس نفوذ کردند و اونجا ساکن شدند و با برخی دیگه از طوایف آریایی مثل مادها اختلاط نژادی پیدا کردند. البته به واسطه فرهنگ بسیار قدرتمند و شکل گرفته 5000 ساله ایلامی، خط رو از ایلامیان آموختند. حالا که فهمیدیم چه کسانی در 2800 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند و اوضاع سیاسی و فرهنگیشون به چه صورت بوده، باید بریم سراغ سوال اصلی. سوال اینه، این گنجینه ارزشمند و بزرگ و بی همتا چرا داخل این غار بوده؟ همونطور که گفته شد، ساماتورا در میان چند قدرت منطقه واقع شده بود و یک دولت نیمه مستقل بود. تحت تأثیر فرهنگ ایلام و به نوعی تحت نفوذ سیاسی ایلامیا بودند. و خب ما میدونیم در اون دوران آشوریان و ایلامیان رقبا و دشمنان بزرگی برای هم به حساب می اومدن و نزدیکی ساماتورا با ایلامیان اونها رو برای آشوری‌ها به دشمن و خطر تبدیل کرده بود. از قضا در دوران آخرین پادشاه ساماتوری، آشوری‌ها به سرزمین‌های ایلامی حمله کردند و بسیاری از شهرها رو نابود و گنجینه‌های ارزشمند این شهرها رو به آشور منتقل کردند. بنا به نظر دکتر مهدی موسوی، دکتر جواد نیستانی و خانم دکتر لیلا خسروی، پژوهشگران باستانشناس ایرانی، آخرین فرمان روای ساماتورا از ترس غارت و دستبرد آشوریان گنجینه سلطنتی اجدادیش رو در یک غار صعب العبور و دور از چشم به نام کلماکره پنهان میکنه و 4 نفر نگهبان رو هم مأمور میکنه تا پای جان از اونها محافظت کنن تا زمانی که پادشاه یا خانوادش برای بردن این گنجینه به غار برگردن، اتفاقی که هرگز نیفتاد و این 4 نگهبان حتی بعد از مرگشون هم تا 2800 سال بعد همونجا حضور داشتن. حالا وقتشه که برگردیم به سراغ غار کلماکره و 6th گنج بزرگ دنیا. تو این گنج ها چه چیز؟ گنجینه کلماکره شامل صدها شیء نفیس از جنس طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی بوده. ظروف مختلف، ریتون و تکوک، مجسمه‌های انسان، مجسمه‌های حیوانات، شمایل خدایان، موجودات غیرزمینی و اسطوره‌ای، شمایلی از انسان‌های حیوان‌نما یا موجوداتی که تلفیقی از چند مدل حیوان مختلف و انسان بودند. پلاک‌های متنوع، حتی زیر لیوانی و زیر جامی، زیورالات طلایی، دستبند و بازوبندهای ارزشمند و خلاصه هر چیزی که نمیتونیم فکرش رو هم بکنیم، با مهارت تمام و با هنرمندی بی‌نظیر در این گنجینه حضور داشت و ساخته شده. روی برخی از اشیای این گنجینه کتیبه‌هایی به خط آرامی، آشوری نو و ایلامی وجود داشت. اطلاعاتی که ما امروز درباره ساماتوریان داریم به واسطه همین کتیبه هاست. از ترجمه و خوندن برخی از این کتیبه ها متوجه شدیم که این گنجینه یک گنجینه خانوادگی و متعلق به یک خاندان پادشاهی بوده. اما برگردیم به قصه شکارچی. وقتی این شکارچی به خونه برمیگرده و هم ولایتی ها و دوستانش رو از احتمال حضور گنج در این غار مطلع میکنه، اسم کلماکره نقل محافل منطقه میشه. درست در بحبوحه جنگ ایران و عراق بود که
غار کلماکره توسط مردمان محلی و قاچاقچیان سودجوی آثار باستانی به طرز وحشتناک غارت میشه. اخبار غیررسمی حاکی از این بود که عده‌ای با بیل، کلنگ، درفش و هر چیزی که فکرشو بکنید به شکل مداوم به اون غار حمله میکنن و هر چی دم دستشون هست رو به ضرب و زور و فشار توی گونی‌های 50 کیلویی فرو میکنن و از اون منطقه فرار میکنن. به نقل از یک شاهد عینی، یکی از اون افراد محلی که فقط یک گونی با خودش آورده بود تا تونست اون گونی رو پر کرد از این آثار باستانی و وقتی که متوجه شد فقط یک گونی از این گنجینه رو میتونه ببره، با بیرحمی تمام رفت روی اون گونی پر از ظروف طلا و نقره ایستاد و با پا هر چقدر تونست فشار داد تا اندک جایی برای بردن ظروف دیگه باز بشه. تازه وقتی که غار به شکل کامل غارت و تخریب شده بود، اداره میراث فرهنگی لرستان به تهران نامه میزنه و درخواست کارشناس میکنه که براشون کارشناسی بفرستن تا اونها بررسی کنن که آیا همچین داستانی واقعی هست یا نه. غافل از این که هر چی بود و نبود به تاراج رفته بود. جالبه بدونید حتی یک شی، یک سکه یا یک دستبند تاریخی به دست اومده در این غار توسط باستانشناس ها کشف نشده و اساساً هیچ کار باستانشناسی علمی در هنگام کشف این گنجینه در غار انجام نشده. بعضی از اون افراد که به ارزش تاریخی این آثار واقف نبودن، بسیاری از این ظروف رو آب کردن و طلا و نقره‌شو تو بازار فروختن. در نهایت در جریان یک سرقت برنامه ریزی شده دیگه از موزه ملی ایران سرنخی به دست میاد و با پیگیری سوژه مورد نظر بخشی از این گنجینه بیبدیل و بیتکرار که شاید بعد از گنجینه توتانخامون فرعون بزرگ مصر بزرگترین گنجینه دنیای باستان بوده توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط بشه. پژوهشگران معتقدن فقط 10% از این گنج کشف شده به دست باستانشناسا رسیده. البته به نظر میرسه که کاملا درسته، چرا که گنجینه های کلماکره در سرتاسر موزه های اروپا، آسیا، آمریکا و حتی استرالیا وجود داره و تازه ما نمیدونیم چقدر از آثار به دست اومده توی کلکسیون های مجموعه داران شخصی و موزه های خانگی و موزه های زیرزمینی وجود داره. هر از گاهی یکی از موزه های بزرگ دنیا با معرفی و به نمایش درآوردن برخی از گنجینه های کلماکره برای خودش اعتبار می‌خره. به عنوان مثال اخیراً امیر یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 3 شیء ارزشمند و نفیس رو از امیر یک کشور کوچک دیگه در حاشیه خلیج فارس به امانت گرفته بود و در یک موزه به نمایش گذاشته بود. این عکسایی که مشاهده میکنید مربوط به همین موضوعه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا میدونه هر گوشه کنار این سرزمین کهن و پهناور و باستانی چقدر گنجینه در دل خودش داره. امیدواریم که بیش از پیش به سرمایه های معنوی این کشور، به تاریخ شگفت‌انگیزش و به آنچه بودیم و آنچه باید باشیم اهمیت بدیم.